آوارگان روهینگیایی برای فرار از اردوگاه‌ها جان خود را به قاچاقچیان انسان تسلیم می‌کنند. قاچاقچیان انسان در انتقال آوارگان روهینگیایی از کمپ‌های پناهندگان در بنگلادش به کشورهای دیگر به ویژه مالزی مبالغ هنگفتی را از آنها دریافت می‌کنند. این در حالی است که این سفر همیشه با خطر غرق شدن همراه است، بدون اینکه کسی از سرنوشت این افراد اطلاعی داشته باشد. بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، تعداد افرادی که سفر دریایی خطرناک به مالزی را انجام می‌دهند افزایش یافته است. بر اساس آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، در سال 2022 حداقل 348 روهینگیایی در دریا جان خود را از دست داده و یا مفقود شدند. نتیجه این وضعیت این بوده که سال گذشته برای این اقلیت قومی به یکی از خونین‌ترین سالها از سال 2014 تبدیل شده است. به گفته آوارگان روهینگیایی، این افراد در بنگلادش زندگی همراه با امنیتی ندارند و فرصتی برای کار کردن هم به دست نمی‌آورند، امری که باعث شده تا آنها در جستجوی شرایط بهتر دست به ریسک زده و سفر دریایی و خطرات آن را تجربه کنند.